سلام به عزیزانم، امیدوارم حالتون خوب و خوش و سلامت و سرزنده باشید. با ویدیو دیگر از سری ویدیوهای آقای بغلی بیل اطلاعی در خدمتتون هستم و این ویدیو از ویدیوهایی هست که شما درخواستشو کردید. ویدیوی هرچند در مورد اینجور ویدیوها و اینجور تلسم ها خیلی براتون درست کردن، تلسم بازگشت معشوق. چی کار میکنید با معشوقاتون؟ هی دعوا میکنید، هی دنبال تلسم میگردید. خب چرا دعوا میکنید آخه؟ شما چقدر نازک نارنجی شدید تا یه حرفتون بزنن پریدید. بودو. خلاصه عزیزانی که دنبال کننده کانال ما نیستن، لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنن، دنبال کنن، برای من کامنت بنویسید خیلی خوشحال میشم. ویدیو رو لایک کنید که به عزیزان بیشتری برسه. برای من نه، برای من دیگه نیست، این زنگوله رو فعال کنید که جز اولین ها باشید که ویدیو رو میبینید و اگر دوست داشتید به اشتراک بگذارید. بریم سراغ آموزش تلسم ما. خیلی خیلی ساده است و پیچیده مثل همیشه. خب بریم سراغ آموزش تلسم. عزیزان من یک این شکلی وسط برگه می نویسید، بعد بالاش اینجا بالای این یه این شکلی می زنید و این شکلی تقریبا میشه و اینجا می آید و حالت یو مانند انگلیسی ولی قوسدار و میاد پایین. اینجا من سکوت میکنم و براتون کلن مینویسم. فقط یک چیز رو از همین الان بهتون بگم، اینو فقط یک روز از هفته نوشته میشه، توی کل هفته یک روزش نوشته میشه. اون روزو میخوام ببینم چقدر هوشیارید و چقدر باهوشید. هر کی متوجه شد که کدوم روز من به صورت رمزی می نویسم، توی طول ویدیو از اول تا آخر ویدیو براتون می نویسم و میخوام ببینم کلا کجا رو متوجه میشید و هر کدومتون که متوجه شد که کدوم روز هفته است برای من کامنت بگذاره. سعی کنید اینو این هیچ وقت نیاد بالای این، بالای این نیاد. یعنی می‌بینید این بالاست ولی این بالا نیاد. شما غیر از این که براتون نوشتم، البته یادم رفت بهتون بگم بازگشت معشوق فقط دختر میتونه اینو، دختر و زن، یعنی مرد نمیتونه برای معشوقش بنویسه اگه غلط کرده، فقط خانم میتونه برای معشوقش اینو بنویسه، ریاضت کشیده باشه و به این شکل اینا رو می نویسید که من پاک کنم بهتون بگم جریان چی به چیه. این تلسم ماست بذار ببینم این می نویسه خوبه. شما می آید و به صورت مستقیم اینو میارید و یه دور میزنه و میره بالا. دیدیدش؟ این یک، این به این شکل، حالت مربعی شکل و میاد تا اینجا و این تا اینجا به این شکل. البته من بزرگ کشیدم براتون، شما اگر من بیام پایین شما مستقیم بکشید. اول این یک، دو، سه و این چهار، چهار اینجاست. این عمرش داده به ما. به این شکل دقیقا، به این شکل.
شما این بهتون میگم الان جریانش چی هست. ببینید دختر به سمت شرق، زن به سمت غرب. اینو اگر دختر باشه اون کسی که معشوقش رفته، اینو داخل یک برگه می نویسه و به سمت شرق میذاره، یعنی شرق هر کجا که باشه اونو به سمت شرق میذاره، یعنی اون روبروی این نوشته میشه وقتی میخواد براش بنویسن یا بنویسه یا انجام بده. و اگر زن بود، یعنی باکره نیست، یعنی ازدواج کرده، حالا طلاق گرفته، جدا شده یا هر چیزی، میتونه اینو به سمت غرب بذاره. حتی میتونه این از معدود چیزهایی هست که میشه عکس هم ازش گرفت، میتونید عکس ازش بگیرید با گوشی و روبروتون بذارید، با گوشی روبروی خودتون بذارید و استفاده کنید ازش، چون عشق خوبی رو براتون خواهد آورد. و البته تلسمی که براتون نوشتم ناقص خواهد بود اگر اینو انجام ندید. پس یعنی این نوشته میشه به سمت، برای دختر به سمت شرق، به سمت شرق میشه. و اون دختر که میخواد براش تلسم بنویسه یا بنویسن یا هر چیزی، میشه به سمت غرب صورتش، یعنی روبروی هم دیگه میشن این تلسم و این نوشته ها، به سمت شرق برای دختر میشن، یعنی روبروی دختر میشن، و این به سمت غرب برای زن. بخوراتش هم از عنبر استفاده میکنید، بخور خوبیه برای این تلسم. از بخور عود، همین عود خودمون خوبه، جاوی خوبه، اصلا بخوری نیست که برای این خوب نباشه. فقط از بخور هلتیت استفاده نکنید، از بخور هلتیت خیلی بده براش، هلتیت چون اصلا بغض میاره و دوری میاره و اصلا کلا بیشتر این جاها برای طرد جن ما استفادهش میکنیم. و دعوتش هم ادعیتکم یا موکلین هذا المکتوب بدعوة من ملك بنبوش، من بسم براتون ملك بنبوش الى حبيبي فلان بن فلانه. اسم دختر نمیخواد بنویسه، اصلا کلا جایی نداره تو این تلسم. و بر حسب طبع شخص برخورد میکنید با تلسم، یعنی اگر آتشی بود آتش میزنید، اگر خاکی بود دفع میکنید آبی و الى آخر. این است تلسم ما. و چه روزی شما خواهید فهمید اگر ویدیو رو تا آخر ببینید، من مرموز و بارمز و اینجور چیزا می نویسم و شما ببینم چند مرد حلاجید و یا چند خانم حلاجید. می دونید که من خیلی دوستتون دارم، اینم بنویسم، خیلی زیاد اندازه وزش باد. ببخشید امروز یکم بی حالم، خستم، خیلی کار کردم، خیلی کارها سرموند. چنده الان ساعت 17 و 10 دقیقه عصر، فکر کنم چهارشنبه باید باشه امروز. و دوستتون دارم خیلی زیاد. بازم میگم اندازه وزش باد، باشید که بازم باشم، برای من بمونید. خدافظ عزیزان من.